سلام عزیزان خوب خوش آمدین به بحث هفتگی دانشگاه بیتوپیا اسم من امینه و در این قسمت دوست دارم بهتون نشون بدم که چطوری میتونین پول‌های غیر مرکزی مثل بیت کوین را در وبسایت خود قبول کنین یا اگه کافه داشته باشین رستورانی داشته باشین چطوری میتونین پول غیر مرکزی رو قبول کنین وبسایت ما بیتوپیا نقطه هست اگه دوست دارین با هم دیگه تماس داشته باشیم میتونین شبکه مختلف رو در آنجا پیدا کنین و با هم صحبت کنیم اولین ویب که دوست دارم نشونتون بدم کوین هست این از 2013 یه بنای داشته یه سرویسی داشته که به مردم اجازه میده پولای غیر مرکزی رو قبول کنه حالا بستگی داره مثلا وبسایتتون در چه فریمورکی چه در سیستمی درست شده ولی بیشتر وقتا یه وردپرس شاپفای مجنتا و لیست های مختلف دیگه هم هست میتونین رو وبسایتشون پیدا کنید بعد یه چیزی مثل پلاگینه یعنی همونطوری که پیپل رو قبول کردین یا سیستم های مختلف در وبسایتتون هست همونطوری یه پلاگین دانلود میشه به فریمورکی که استفاده کردین سیستمی که استفاده کردین و خیلی آسانه واقعا خیلی آسانه بعد از اونجا میتونین انتخاب کنین چه از کدوم پولهای غیرمرکزی را دوست دارین قبول کنین من معمولا وقتی این کار برای کسی میکنم از بیت کوین لایت کوین شروع میکنم برای که اونا آسون بیشتر مردم هر چی داشته باشن میتونن عوضش کنن به بیت کوین یا لایت کوین و پول پولا برای چیزایی که خریدن ها بدن اگه دوست دارین چیزای بیشتری هم داشته باشین همیشه میتونین بیشترش کنین کمترش کنین این همیشه دست شما هست بعدم فیز مثلا شاید نصف درصد روش حساب بشه که مثلا مقایسهش کنیم با سیستم های بانکی خیلی کمتره. برای همین بیشتر وقتا وبسایت هایی که بهتون اجازه میدن که با بیت کوین پول بدین یک کم هم تخفیف بهتون میدن بعضی جاها مثلا ده درصد کم میکنن برای که این فیز رو دیگه نمیخوان به بانک بدن با اونایی که مثلا سیستم رو بهشون دادن پلای غیر مرکزی این چیزاش خیلی مهم است که متوجه بشیم و بتونیم استفاده کنیم این یکی هست یکی دیگرش هم از coingate.com بستگی داره مثلا فیزش چقدر باشه مثلا فیز میشه مثلا یک درصد روی قیمت اضافه میشه که برای اونی که اجازه بهتون داده مثل پیپال. بعد اینا رو میتونیم مقایسه کنیم ببینیم کدومش برای خودمون بهتره اگه دوست داریم بیشتر یاد بگیریم با هم میتونیم تماس داشته باشیم و این سرویس رو میتونیم برای شما هم وز کنیم مثلا این وبسایت تا از بزرگ توی هلند همونطوری مثلا وبسایت دیگه میرین چیزایی که میخواین بخرین رو میخرین آخرش که دارین چک اوت میکنین با جایی که مثلا ویزا رو یه کار یا پیپل بزنین میزنین بیت کوین همین آسان بعد میاد به دستتون بعد از اونجا دیگه دست خودتون هر کارش میخوایم میتونین بکنین خود میتونین نگرش دارین میتونیم خرجش کنیم برای مثلا پول اجاره هر چیز دیگه ای هست خب این میشه برای آنلاین استور ای مغازتون آنلاین حالا اگه آنلاین نباشه مثلا رستورانی داشته باشین کافه‌ای داشته باشین خیلی آسونه مثلا فقط یه موبایل نیاز دارین یا یه تبلت چیز بیشتر از این نیست خیلی ها بعضی وقتا به خاطر ارتباطی که با بانک سیستم های بانکی یا خود بانک دارن فکر میکنن و خیلی مثلا خرج سیاده خیلی کار داره اینا ولی واقعا نه یه اپه برنامه هست که رو موبایلتون دانلود میکنه مثلا بیشتر وقتا من به مردم میگم کوینومی کوینومی برای خیلی آسون استفاده کردنش بعد یک برنامه هست که مثلا هزار تا پولای مر... غیر مرکزی رو میتونین با اون قبول کنین یا خرج کنین این سیستم آسونیه امنیتش هم خوبه ولی اگه فقط دوست دارین بیت کوین استفاده کنین سیستم های بهتری هست که امنیتش و این چیزاش بیشتره ولی برای شروع کردن کوینومی عالیه خب یعنی میشه اگه رستورانی دارین میتونین یه موبایل دست اونایی که اونجا کار میکنن بدین بهشون توضیح بدین که چطوری برنامه رو باز کنن و قبول کنن چیز آسونیه اگه توضیح هم نیاز دارین که میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم رو تبلت هم همینطوری کار میکنه عالی چیزی که جالبه مثلا خب بعضیا میگن اوکی من بیت کوین دوست دارم قبول کنم ولی برام مهم نیست که مثلا بیت کوین دست خودم باشه همون دلار بیاد دستم هر چی هست که دوست دارین بیاد دستم بهتره برای همین بعضی این سیستم ها حالا این دو تاری که نشونتون دادم بیشتر از اینم هست برای آنلاین بهتون بعضی وقتا یه آپشنی میده که اوکی خب من با بیت کوین پول میدم ولی که شما آقا مغازه مال شماست آخر صد دلار بیاد دست شما بعد میتونیم بزنید چند درصدش این طوری باشه مثلا 100 درصد من بیت کوین میدم بعد 100 درصد دست شما دلار بیاد یا میتونیم بگیم من با بیت کوین پول دادم 50 درصدش تو بیت کوین بیاد دستتون 50 درصدش در دلار یعنی اینا رو میتونیم عوض کنیم خیلی آپشنش راحته بعض وقت شاید بگیم خب مثلا برای دانشگاه بیتوپیا ما بیشتر کارامون با پولای غیر مرکزیه خود سازمان هم غیر مرکزیه خب ما دوست داریم به مردم اجازه بدیم مثلا با کردیت کارت یا با کارت پول بدن ولی دست ما پولای غیر مرکزی بیاد مون پی اینا همه ای وبسایت ها رو هم زیر ویدیو بهتون اجازه میده که خب اونی که اومده خرج کنه با کریدیت کارت یا با کارت پول بده ولی دست ما یعنی برعکس اونی که توضیح دادم دست ما پول غیر مرکزی بیاد چیز آسونیه چیز جدیدیه که خیلی کمک میکنه به این سازمان های غیر مرکزی و دوست دارم مردم درباره اینا بیشتر یاد بگیرن و استفاده کنن برای اینکه چیزهایی هست که خیلی به مردم کمک میکنه پس سیستم های جدیدی هم هست مثلا شاید یکی در ما فقط بیاد به خاطر که شما بیت کوین قبول کردیم و تو ویدیو قبلی نشون دادم که مثلا نقشه که تو دو دنیا بهتون نشون میده کجا میتونین خرج کنین بیت شما هم مغازه ای داشته باشین مثل اونها میتونین قبول کنین حالا اگه میخواین نگرش دارین یا دلار بیاد دستتون هرچی چی اونم میتونین انجام بدین این یه قسمته که چطوری میتونین قبول کنین حالا به دست آوردیم اینا چطوری میتونین خرجش کنین این دو تا وبسایت هست که میخوام نشونتون بدم یکیش مال اروپا است یکیش مال استرالیا وقتی پول رو به دست گرفتین مثلا بیت کوین رو به دست گرفتین پول اجاره یا چیزی میخواین بدین میتونین تو این وبسایت مثلا برین برای سل از اونجا مثلا آیبن کسی رو بذارین اونجا یا مال خودتون باشه یا هر چی بعد عوضش میکنه به اوروز میتونین پول مثلاً اجاره و این چیزا رو بدین همونطوری توی استرالیا هم یه سرویس دیگه هست که یا با بانک میدیم یا به کارت میدیم یا پول چیزی که بعد بدیم و میدیم بعدا میتونیم انتخاب کنیم مثلا بیت کوین دستتونه چیزای دیگه دستتونه میتونیم همه اینا رو عوض کنیم سرویس هست که من خیلی استفاده کردم و هیچ وقت مشکلی نداشتم اگر هم داشته باشم ایمیل رو بهشون زدم سریع جواب میدن خیلی یعنی همون که گفتم واقعا مشکلی باشون نداشته باشم این شد از اولش چطوری قبول کنیم و چطوری استفاده کرد برای مثلا پول دادن چیزی یا کسی یه چیز دیگه که میتونم نشونتون بدم اینه که بهش میگن بیت کوین ای مثلا این ای تی بیت این هم میتونین مثلا اگه دوستی داشته باشین رستورانی داشته باشین جایی داشته باشین که مثلا میتونین استفاده کنین امن باشه اونش خیلی مهمه میتونین یکی از اینا رو بخرین به خاطری که پول غیر مرکزیه بذارین اونجا بعد خودتون هر فیزی میخواین روش میتونین داشته باشین یعنی یه طوری میتونین پول باش در بیارین قیمتاش هم زیرش زدن مثلا میتونین یکی از اینا رو بخرین بذارین تو رستوران دوستی یه مال خودتون به مردم اجازه بدین بیت کوین رو بخرن یا بفروشن بعد روش هم هر فیزی خواستین مثلا هر درصدی روش دوست داشتین بزنین اگه زیاد باشه خب مردم نمیان اگه یه چیزی باشه که مردم باش اوکی باشن استفاده میکنن شما هم یه پولی روش میتونین در بیارین اونا خیلی خوشحال میشن که میتونن بیان توی مغازه رستوران هر جایی هست هم بیت کوین رو بخرن هم بیت کوین رو بفروشن این سیستم با جنرال بایتس درست شده شرکت های دیگه هم هست ولی من تا حالا سیستمی به تمیزی و امنی و آسونی جنرال بایز ندیدم برای همین من خیلی دوست دارم اینا رو به مردم نشون بدم و خودم هم خیلی در کشورهای مختلف دیدم استفاده شده و سرویسشونم خیلی خوبه خب دوستان امیدوارم که یه چیزی به دست آورده باشین و اگه دوست دارین تماس داشته باشیم وبسایت ما بیتوپیا نقطه اورک است و اینستاگراممون هم توی زیر ویدیو خواهد بود میتونین به ما یه پیغام بفرستین خیلی ممنون امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین و تا قسمت بعدی خدا حافظ